بیست سال از سقوط حکومت حزب بحث سابق عراق می گذرت. از اولین روزهای سقوط حکومت سابق عراق ورود زائران از مرز مهران به خاک این کشور آغاز شد. اما با وجود گذشت این سالها امکانات مناسبی در این مرز نیست و زائرانی که ساعتها پشت مرز منتظر هستند با مشکلات زیادی همراه می شوند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. سفرهای زیارتی به عتبات عالیات به صورت زمینی در ماهای اخیر به ویژه در سال جاری افزایش چشمگیری داشته و بسیاری از مشتاقان زیارت عتبات به صورت انفرادی یا گروهی عازم عتبات می‌شوند. با توجه به نبود بسته های زیارتی کوتاه مدت و البته افزایش هسینه سفر عتبات بیشتر افراد سفر انفرادی یا خارج از چهارچوب سازمان حج و زیارت را انتخاب می کنند تا بتوانند برای رفع دلتنگی هم شده در مدت کوتاهی آزم عراق شده و یک شب در شهر مقدس کربلا حضور داشته باشند و به زیارت مشرف شوند. در حالی که انتظار می رفت سازمان حج و زیارت پس از بیش از سه سال از مطرح کردن سفرهای کوتاه مدت آن را اجرایی و سفرهای زیارتی ارزان و کوتاه مدت همچون سه روزه را سازماندهی کند با این وجود اکنون در کنار سفرهای کاروانی به عطبات سفرهای انفرادی و گروهی هم جای خود را در بین زائران باز کرده و با گرانی بلیت پرواز عطبات سفرهای زمینی عتبات مورد توجه بیشتری قرار گرفتند همچنین از سال گذشته که مرز خسروی هم در کنار مرز مهران و شلمچه روی زائران عتبات بازگشایی شد بسیاری از طریق مرزهای زمینی آزم عراق شدند با این وجود به گفته مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران همچنان مرز مهران به عنوان پرترددترین مرز زمینی کشور به شما می رود. با وجود اینکه بسیاری از زائران از طریق مرز مهران اعتباط عتبات میشوند امکانات محدودی در این مرز مستقر است و به دلایل مختلف زائران مجبور هستند ساعتها پشت مرز منتظر باشند تا بتوانند از مرز عبور کنند این امن در حالی است که حتی مسئولان هم معترف هستند که مرز مهران بیشترین تردد را دارد و در ایام مناسبتی بسیاری از زائران از این مرز وارد عراق می شوند. اما با وجود گذشت سالها امکانات مناسبی در این مرز نیست و زائرانی که ساعتها پشت مرز منتظر هستند با مشکلات زیادی همراه می شوند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه